اینو نگاش کن، راه افتاده از خاک سپاری یه راست اومده اینجا، فقط به فکر جلب توجهه. هی آقا سینم ولش کن، بازم حرف بزن، چرا لال مونی گرفتی؟ حرف بزن مردی که عوضی، حرف بزن چه؟ حرف بزن، برو کنار بینم، زود باش حرف بزن، ادامه بده، تو روی خودم بگو، زود باش، حرف بزن، برو کنار، چرا تو پتوی که میگفتی دوباره بگو، چرا نمیگی؟ ها؟ حرف بزن، کار میکنی، ای بابا؟ ولم کن، دیگه این برا نبینمت، برو گورتو گم کن، ببین چی میگم، اینو بیرونش میکنی، ولم کن. این مرتیکه رو به کل بیرونش میکنی، دیگه نمیخوام ببینمش. ولی آقا سینا، همش مال شماها. فهمیدم، پس که سینانو ندیدی؟ نه ندیدم. باشه، اگه چیزی شنیدی به من خبر بده، با اعصاب خورد از خونه رفتی رو. باشه حتما خبر میدم. باشه ممنون. کجا گذاشتی رفتی سینا؟ الو، سینان رفته بود باشگاه. خودم باید حدس میزدم. باشه ممنون، یکم دیگه میام اونجا. باشه آقای عباس. هوله، دستمالتون داده بودینش به من، فکر کنم یادتون رفته. اینجا تا ساعت چند بازه؟ آخر هفته ها تا 11. درد عضله، درد قلب خوب نمی کنه. هم بی خودی دارین خودتون رو اذیت می کنین، هم بی خودی مردم رو می زنین. می بخشی، تو بودی جدامو کردی نه؟ چیزیت که نشد. من به این راحتی ها چیزی نمی شم، درست برعکس شما. این کارا رو میکنین که غمتون کم بشه، ولی بیفایده است. قلبتو میدونم که خیلی درد میکنه، برای اینکه دیگه نیست، دیگه نمیتونه دستتون رو بگیره، دیگه نیست که به گوشیتون زنگ بزنه، دیگه نیست که نگرانتون بشه. بی خودی خودتون رو اذیت نکن، این عضله درد نیست، درد از دست دادنی. یه روز فراموش نمیشه، 40 روز هم فراموش نمیشه، ولی یه روزی میرسه که میبینین مثل امروز نیست. گذر زمان حلش نمیکنه، آدم هیچ وقت نمیتونه قبولش کنه، فقط عادت میکنه، به نبودنش عادت میکنه، به غم نبودنش عادت میکنه. غم آخرتون باشه. مامان تو هم مرده؟ بابا، من بابامو از دست دادم.
خزان خانم، آقا سیروان کارتون دارن. چند دقیقه دیگه میام. میگه الان بیاین، کار ضروری دارن. سرم بردار. باشه. گوش کن سینان. گوش کنم که چی بشه؟ بذار برای توضیح بدم سینان. چیو میخوای توضیح بدی داداش؟ حرفی هم واسه گفتم مونده؟ برو بابا. این کارو چیه میکنی؟ اینجا نمیخوام حرفاتو بشنوم. سینان دست از این کارات بردار. گوش کن ببین چی میخوام بگم. مثلا چی میخوای بگی ها؟ از منم پنهون میکردم. رفته بودم اتاق بابا که پرونده رو دارم، اونجا آزمایشگاه مامان رو دیدم. بابا مجبور شد قضیه رو به من بگه. مامان نمیدونست منم میدونم. نمیخواست ما خبردار بشیم، دلش نمیخواست قصه بخوریم. منم سعی کردم به خواستش احترام بذارم و درکش کنم. میفهمی چی میگم سینان؟ دکترها میگفتن این اتفاق میتونه امروز بیفته، میتونه یه سال دیگه بیفته، ولی من سینان نمیدونم. من فکر میکردم اون روز هیچ وقت نمیرسه. حرفم قبول کن داداش، منو به خاطرش سرزنش نکن. بیا بیا بیا. حالا باید فکر کنی، چون این بی احترامی ها فقط برای من نیست، برای تو هم هست. ببین یاسمین، مطمئن باش تو اولین شب نبودن مامانم به چیزایی که تو میگی فکر نمی‌کنم. جدی؟ غمت به کنار، این به کنار گوکار. به من بی احترامی میکنن ولی در اصل هدفشون تویی. از بزرگه بگیر تا کوچیکه، هم بابات هم خواهر بزرگت، همون عمت که میخواد همه رو له کنه. میدونی عمت چیکار کرد؟ کل روز منو با نگاهش کتک زد، بعدش هم رفت چشمندش رو زد و راحت گرفت خوابید. مطمئنم که فردا تو خوابش به این فکر میکنه که کیو له کنه. البته قبل از همه من و تو رو. به همین رفتارات ادامه بده، اونو از خورد کردن تو سیر نمیشن. تا وقتی هم سیر نشن به کارشون ادامه میدن. گوکان من بیارزشم. باشه، شوهر تو یه آدم بیارزشه. خوب شد؟ راحت شدی؟ کوچکترین حرکت و مخالفتی نمی‌کنی، بعد میای به من میگی من بی‌ارزشم. آره هیچ فرقی نمی‌کنه من کی بلندشم و یه حرکتی بکنم، چون تا وقتی بابام بین بچه‌هاش فرق بذاره من بی‌ارزش میمونم. فهمیدی؟ میدونی من امروز چه حالی داشتم؟ میدونی من امروز چی کشیدم؟ یاووز میدونست. بابام به من نگفت ولی به یاووز گفته بود. یاووز میدونست هر بار که به مامانم نگاه می‌کنه یا میبوستش شاید آخرین بارش باشه. ولی من نمی‌دونستم. برای چی؟ چون یاووز پسر انتخاب شده بابامه، چون یاووز برای بابام حکم طلا رو داره، چون یاووز برای بابام بهترینه. روکان داره در حق هممون بی‌انصافی میکنه. جدی میگی؟ بی‌انصافی؟ به کی؟ ها؟ به تو؟ یا به بابا؟ آروم باش گوکان. یه لحظه یاسمین، یه لحظه دارم حرف میزنم، یه لحظه. پسر ارزشمند بابا، پسر خاص بابا، از کوتاهیایی که در حق من شده بگو. بگو دیگه. اگه بابا حرفاتو بشنوه خیلی ناراحت میشه. لطفا. نه بابا، جدی میگی؟ بس بابا خیلی ناراحت میشه. برای چی؟ مگه بابا نمیدونه پسر انتخاب شدش کیه؟ نکن، نکن، حداقل امروز نکن. نمیبینی که درد هممون یکیه؟ هیچ چیز من و تو شبیه هم دیگه نیست برادر. داداش خوبه، حداقل امروز داداشت شدم.